این عناوین خبری هفته. آتش سوزی گسترده و تخلیه 10,000 نفر از ساکنین شمال آلبرتا. قتل دختر جوان ایرانی به دست پدرش. وعده مهاجرتی رهبر حزب محافظه‌کار. کاهش قیمت مشروبات الکلی در اونتاریو. افزایش حداقل دستمزد در بریتیش کولومبیا. جعل هویت یک پرستار در کبک. انتخابات دولت فدرال و نگرانی از نقش صفحات مجازی. سلام، وقت بخیر. به کانادا 7 از شبکه AMG خوش آمدید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین عناوین خبری کانادا در هفته‌ای که گذشت. من هم سلام عرض می‌کنم. وقت بخیر. ممنون میشم تا پایان این بخش خبری با ما همراه باشید. مرور این هفته را آغاز می‌کنیم با خبری در ارتباط با آتش سوزی گسترده در استان آلبرتا. به گزارش AMG و به نقل از گلوبال نیوز، آتش سوزی گسترده در نواحی شمالی استان آلبرتا بیش از 10,000 نفر را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. تا کنون 18 ناحیه مشخص در این استان دچار آتش سوزی شدند که این آتش سوزی ها دست کم در 3 ناحیه آن تاثیرات منفی بسیاری بر ساکنان این استان داشته است. به گزارش دولت آلبرتا، از آغاز هفته گذشته گرمای شدید و وزش بادهای خشک منجر به گسترش هرچه بیشتر آتش سوزی شده است. به دنبال این آتش سوزی ها کیفیت هوای دست کم 5 ایالت امریکا نیز روز جمعه 31 می ناسالم گزارش شده بود است. و اما خبر بعدی، قتل دختر ایرانی توسط پدر. به گزارش AMG و به نقل از گلوبال نیوز، شنبه گذشته دورسا دهداری، دختر ایرانی 22 ساله به همراه پدرش حیدر دهداری در آتش سوزی منزل خانوادگی در کلگری جان خود را از دست دادند. پلیس کلگری روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرنگاران گزارش داد بر اساس تحقیقات پلیس، پدر خانواده حیدر دهداری در این آتش سوزی عمدی قصد کشتن هر دو دختر خود را داشته. خوشبختانه یکی از آنها، یعنی دورنا 15 ساله، از مرگ نجات یافته است. وی اضافه کرد پلیس همچنان در حال بررسی موضوع است. اینکه مرگ حیدر دهداری تصادفی بوده و یا وی قصد خودکشی نیز داشته در حال حاضر مشخص نیست. طبق گزارش پلیس، از همسایه‌های این خانواده ساعتی پیش از آتش سوزی مشاجره شدیدی میان دختران و پدرشان رخ داده است. همچنین پلیس در یک نوبت در سال 2018 نیز به دلیل درگیری شدید میان اعضای این خانواده به این محل فرا خوانده شده بود. خانم لیلا دهداری، مادر دورسا و دورنا، روز حادثه در منزل حضور نداشته است. اما خبری داریم در ارتباط با وعده رهبر حزب محافظه‌کار برای ایجاد تغییرات در سیستم مهاجرتی و پناهندگی کانادا. به گزارش AMG و به نقل از CBC، رهبر حزب محافظه‌کار کانادا اعلام کرد در صورت پیروزی در انتخابات ماه اکتبر، رویکردی را در زمینه ورود مهاجران به این کشور برخواهد گزید که متمرکز بر عدالت و اقتصاد کانادا خواهد بود. آقای شیر طی سخنرانی روز سه‌شنبه 28 می نخست وزیر کنونی جاستین ترودو را به مخدوش کردن اعتماد شهروندان کانادا به سیستم مهاجرت و پناهندگی این کشور متهم کرد. وی اضافه کرد بیشترین انتقاد در این باره از سوی مهاجرانی است که خود از روش‌های قانونی به این کشور مهاجرت کردند و نسبت به حضور کسانی که با سوء استفاده از قوانین کانادا و خلأ قانونی وارد این کشور شدند معترضند. تنها در 2 سال گذشته بیش از 40,000 نفر از طریق عبور غیرقانونی از مرز مشترک امریکا و کانادا به صورت غیر رسمی وارد این کشور شده اند. داگفورد و طرح جدید فروش مشروبات الکلی. به گزارش AMG و به نقل از گلوبال نیوز، دولت آقای فورد تصمیم دارد به تفاهمنامه 10 ساله این استان که از زمان دولت قبلی با فروشگاه‌های زنجیره‌ای بیرستور بسته شده پایان دهد. به گفته آقای داگ فورد، نخست وزیر اونتاریو، پایان بخشیدن به این تفاهمنامه که از سوی وی ناعادلانه خوانده شده است، تنوع انتخاب را برای مصرف کنندگان مشروبات الکلی افزایش خواهد داد. چنانچه این طرح تصویب شود، دولت فروش مشروبات الکلی را از انحصار بخش خصوصی خارج کرده و در فروشگاه بزرگ و نیز خاربار فروشی ها برای خرید در دسترس عموم قرار خواهد داد.
دولت اونتاریو معتقد است این طرح موجب کاهش قیمت این مشروبات خواهد شد. قیمت برندهای محبوب آبجو در اونتاریو 8.3% نسبت به نمونه‌های مشابه در استان کبک که نوشیدنی‌های الکلی در آن در کانوینینس استور عرضه می‌شود بالاتر است. افزایش حداقل دستمزد کارگران در بریتیش کلمبیا. به گزارش AMG و به نقل از گلوبال نیوز، حداقل دستمزد دریافتی برای بیشتر کارگران کم درآمد در استان بریتیش کلمبیا با 1.20 دلار افزایش به 13.85 دلار خواهد رسید. به گزارش وزارت کار این استان، این افزایش دستمزدها بخشی از طرح کمک دولت به اقشار کم درآمد است که همه ساله از ابتدای ماه جون انجام می شود. بر اساس این طرح که در سال 2021 به پایان خواهد رسید، قرار است حداقل دستمزد کارگران در آن سال به 15.20 دلار افزایش شود. در سال 2016 بریتیش کلمبیا کمترین میزان دستمزد را در میان سایر استانهای کانادا داشته است. اخراج پرستار قلابی در کبک پس از 20 سال کار. به گزارش AMG و به نقل از گلوبال نیوز، زنی که به مدت 20 سال به عنوان پرستار در بیمارستان‌های استان کبک مشغول به کار بوده است، پرستار نبوده و از طریق استفاده از شماره گواهی کاری پرستار دیگری با نامی مشابه توانسته این شغل را به دست آورد و به مدت 20 سال نیز آن را حفظ کند. جعل هویت این زن هفته گذشته در حالی مشخص شد که وی قصد ثبت نام در یک دوره آموزشی را داشت. این زن پیش از اخراج و طی 20 سال گذشته در بخش‌های مختلف بیمارستان‌ها من جمله اتاق عمل به عنوان پرستار کار کرده بود. و در پایان می‌رسیم به خبری در ارتباط با فیسبوک و انتخابات پیشرو در کانادا. به گزارش AMG و به نقل از گلوبال نیوز، مدیران ارشد سیاست‌های جهانی فیسبوک در نشستی که این هفته در شهر اتاوا برگزار شد اعلام کردند محتوای ویدیوهای انتخاباتی و سیاسی دستکاری شده را از این قول سوشال میدیا حذف نخواهند کرد. پیشتر ویدیوی صحبت‌های خانم نانسی پلوسی که صدای آن توسط کاربران به نحوی دستکاری شده بود که وی را مست نشان دهد، واکنش‌های انتقادی بسیاری را در پی داشته است. به گفته مدیران فیسبوک، این ویدیو و ویدیوهای مشابه از طرف این شبکه به عنوان یک ویدیوی دستکاری شده و غیر قابل اعتماد به کاربران معرفی شده و به این خاطر فیسبوک تصمیمی برای حذف محتوای دستکاری شده ویدیوهای از این دست را ندارد. این مسئله با توجه به نقش فیسبوک و تأثیرات آن در گسترش اخبار و اطلاعات باعث نگرانی سیاستمداران و ناظران سیاسی کانادا در انتخابات ماه اکتبر است. این بود مروری بر اخبار مهم کانادا در این هفته. از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. شما میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از طریق شبکه‌های اجتماعی با ما در میون بگذارید. فراموش نکنید ما رو در این شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار. تا یک شنبه دیگر و کانادا هفته دیگر، خدا نگهدار.